آتشکده یزد واقع در مرکز ایران است، محل عبادت زرتشتیان. آنها معتقدند آتش مظهر خلوص در زندگی است. ساختمان اصلی آتشکده در یک باغ بزرگ و سرسبز که دور تا دورش را درختان کاج و سرو محصور کرده اند واقع شده است. آتشکده یزد در سال 1313 در زمینی پیشکشی از برادران امانات ساخته شد. اینطور که گفته می شود، این آتشکده تنها آتشکده در ایران است که آتش بهرام به معنی آتش فاتح در آن می سوزد. در ایران باستان این آتشکده علاوه بر زیارتگاه، دادگاه، مرکز آموزشی و کلینیک بهداشتی نیز بوده است. در این ساختمان بخشی برای قضاوت، بخشی برای آموزش کودکان و قسمتی نیز برای درمان بیماران در نظر گرفته شده بود. بالای در ورودی آتشکده تصویر فربهر که سمبل دین زرتشتی است به چشم می‌خورد. همچنین تعدادی ستون سنگی نیز در این عمارت به چشم می‌خورد که بر شکوه و زیبایی این مجموعه می‌افزاید. طراحی‌های روی دیوارها و ستون‌ها نمایانگر هنر و فرهنگ ایرانی هستند. پایین دیوارها کاشی‌های رنگی با طرح و نقش گلدار دیده می‌شود که به عنوان صنایع دستی اصفهان شناخته می شود. روبروی ساختمان اصلی یک حوضچه آب قرار دارد. در واقع آتشکده ها همیشه در مناطقی که آب در جریان بود ساخته می شدند. ساختمان آتشکده از سطح زمین بالاتر است. این مجموعه تحت تأثیر معابد پارسی در هند ساخته شده است. چون این گمان می رود که آتش مقدس در این آتشکده مدت 1500 سال است که روشن است. این آتش در محوطه نگهداری می شود که فقط از پشت شیشه قابل رویت است. هیچ کس به جز کشیش اجازه وارد شدن به آن محل را ندارد. فردی که مسئول روشن نگه داشتن آتش است، هیربود نامیده می شود. این آتش از آتشکده پارسکاریان در استان فارس گرفته شد و پس از اینکه به نقاط مختلف ایران برده شد، سرانجام به آتشکده یزد انتقال داده شد. زرتشتیان برای ورود به آتشکده باید آیین خاصی را به جا بیاورند. علاوه بر رعایت بهداشت شخصی، باید پیش از ورود به آتشکده کفش‌هایشان را درآورند. مردان کلاهای سفید بر سر بگذارند و زنان روسری‌های سفید بپوشند و لباس‌های رنگ روشن به تن کنند. این آتشکده در سال 1378 به فهرست میراث فرهنگی ایران اضافه شد. امروزه این آتشکده یک جاذبه گردشگری به حساب می آید و به خصوص در ایام نوروز مملو از گردشگران می شود.